روز عرفه. بدون شک روز عرفه بزرگترین روز در میان روزهای پرفیض و برکت الله متعال است. عرفه مرکز بزرگی سرشار از خیر و ایمان و تقواست. عرفه فصل مهمی از فصول طاعت و بندگی است. عرفه روزی است که در آن پندها مخته می شود، دعاها به آسمان می رسد، رحمتها فرود می آید و گناهها بخشیده می گردد. روز امیدها و آرزوها، روز فروتنیها و پشیمانیها، روز بخششها و برکتها، و روزی است که خورشید بهتر از آن را ندیده است. روز عرفه روزی است که الله متعال در آن دین اسلام، این دین بزرگ را بر امت اسلام کامل فرمود. چنان که می‌فرماید: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، یعنی امروز دینتان را بر شما کامل کردم و نعمتم را بر شما تمام نمودم و اسلام را به عنوان آخرین و کامل ترین دین برای شما پسندیدم. پس از نزول این آیه دیگر حلال و حرامی نازل نشد. از طارق بن شهاب روایت است که مردی یهودی نزد عمر فاروق رضی الله تعالی عنه آمد و گفت: شما آیه‌ای در کتابتان می‌خوانید که اگر بر ما یهودیان نازل می‌شد آن روز را جشن می‌گرفتیم. پرسیدند: کدام آیه؟ آن یهودی به همین آیه اشاره کرد. عمر فاروق رضی الله عنه فرمود: به خدا سوگند من دقیقاً می‌دانم که این آیه در چه روزی و در چه ساعتی بر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نازل گردیده است. این آیه در شامگاه روز عرفه که مصادف با روز جمعه بود نازل شد. روایت بخاری. در این روز خجسته و پربرکت آزاد شدگان خدا از دوزخ چه بسیارند. روزی که الله متعال در آن بر بندگان مؤمنش سخاوت می فرماید و با آنان بر فرشتگان مقربش فخر و مباهات می ورزد. از ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: ما من یوم اکثر من ان یعتق الله فیه عبدا من النار من یوم عرفه و انه لیدنو ثم یباهی بهم الملائکه فیقول ما اراد هؤلاء. یعنی الله متعال در هیچ روزی به اندازه روز عرفه بندگان را از آتش دوزخ آزاد نمی نماید. الله متعال در آن روز چنان که خود داند به بندگانش نزدیک می شود و با آنان بر فرشتگان فخر می ورزد و از روی فخر و مباهات می فرماید: اینها جز خوشنودی من و آمرزش گناهانشان چه می خواهند؟ علامه ابن عبدالبر رحمت الله علیه گوید: این حدیث بیانگر این است که آنها بخشیده می شود، زیرا امکان ندارد که الله متعال به کسانی که اهل گناه و معصیت باشند فخر نماید مگر بعد از اینکه توبه کنند و بخشیده شوند. از عبدالله ابن عمرو رضی الله عنهما روایت است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: ان الله تعالی یباهی ملائکته عشیت عرفه به اهل عرفه فیقول انظروا الی عبادی اتونی شعثا غبرا. یعنی همانا الله متعال در شامگاه عرفه به وسیله کسانی که در عرفه حاضرند بر فرشتگانش فخر می نماید و می فرماید: بنگرید که بندگانم چسان جولیده و غبارآلود نزد من آمدند. فضیل ابن عیاد رحمت الله علیه شامگاه عرفه ایستاده بود که گریه و زاری مردم توجه او را جلب نمود. فرمود: به نظر شما اگر همه اینها نزد کسی بروند و از او یک دانه مثلا گندم بخواهند، آیا او این خواسته ناچیز آنان را رد خواهد کرد؟ گفتند: خیر. فرمود: به خدا قسم آمرزش گناهان در نزد پروردگار از دادن یک دانه هم آسان‌تر است. پس چه خوب است که مسلمان، چه حج گذار و چه آن که در دیار خیش است، برای بهره بری از این روز بزرگ در برابر پروردگارش فروتنی و لابه و زاری کند و با عجز و انکسار و ندامت و پشیمانی رحمت و مغفرت الهی را طلب نماید.
از خشم و عذاب الهی پناه جوید و از هر گناهی که مرتکب شده و از هر اشتباهی که از او سر زده است از ته دل و از اعماق قلبش توبه کند. در این لحظات طلایی و سرنوشت ساز که ممکن است زندگی هر مسلمان دگرگون شود، با رفتن به این سو و آن سو وقتش را ضایع نکند و این فرصت بزرگ را با سخنان بیهوده و یا غیر ضروری از دست ندهد، بلکه با کمال عاجزی و صداقت به مولا و پروردگارش روی آورده و هرچی می تواند بیشتر مشغول ذکر و دعا و استغفار باشد. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است: خیر الدعاء دعاء یوم عرفه و خیر ما قلته انا و النبیون من قبلی لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدیر. یعنی بهترین دعا دعای روز عرفه و بهترین سخنانی که من و پیامبران قبل از من گفته ایم لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدیر می باشد. معنای این کلمات چنین است: هیچ معبود بر حقی جز الله یگانه و بی شریک وجود ندارد. پادشاهی و ستایش ویژه اوست و او بر هر چیز تواناست. پس روز عرفه روز دعاست و بهترین ذکر لا اله الا الله می باشد و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در بهترین روز بهترین ذکر را بر زبان می آورد، زیرا برترین روز روز عرفه و برترین ذکر لا اله الا الله می باشد. لا اله الا الله ریسمان محکم، کلمه تقوا، کلید بهشت و اصل و اساس دین است. به خاطر همین کلمه و مفاهیم آن است که آسمان و زمین و دیگر آفریدگان آفریده شده و پیامبران الهی آمده اند و کتاب ها نازل گشته است.